5 سال جنگ و 6 سال رهبری و پسوند حرکت حزبی شام اسلام. اما نتیجه چه؟ مهمانم سیاستگر است که با تازگی در فهرست نشر شده دانشگاه جورج تاون آمریکا جزء از 500 مسلمان با نفوذ جهان شمرده شده. او تاریخ نچندان دور تاجیکستان پس از شوروی را با خود به همراه دارد و بخشی از تاریخ جنگ و صلح این کشور شمرده می شود. و اکنون نیز پس از گذشت 6 سال رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان را به عهده دارد. حزبی که در کارنامه اش هم جنگ دارد و هم صلح. صلحی که گاه الگوی برای کشورهای دیگر خوانده می شود. اما پرسش های اصلی چه درس هایی می توان از جنگ و صلح تاجیکستان آموخت؟ آیا هنوز هم تندروی اسلامی چالش جدی در کشور شمرده می شود؟ در نهایت با این پسوند اسلامی حزبش چه تفاوت را میان نهضت اسلامی تاجیکستان، طالبان یا حزب اسلامی افغانستان و حرکت اسلامی ازبکستان می توان تصور کرد؟ محی‌الدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان با من مسلم شیرزاد در پرسپال کنونی. آقای کبیری به پرسپال خوش آمدید. سلام عرض بشه، تشکر. چطور ممکن شد پس از 5 سال جنگ داخلی و توافق دست بیابند که باعث تعمیم صلح در تاجیکستان شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا چند عامل تاثیر داشتن. یکی اینکه جنگ تاجیکستان از اول جنگ تحمیلی بود و از اون روزی که خارجی‌ها دست خود را از بالای تاجیکستان برداشتند و تقریبا به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ به نفع ایشان هم نیست، روند صلح تاجیکان شروع شد و باید گفت که نقش کلیدی را در اینجا جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و روسیه داشتند که در توافق با هم توانستند طرف های درگیری تاجیکستان را پس میز مذاکرات بشینانند و دستاوردهای خوبی هم داشتیم. عامل دیگر این بود که خود مردم تاجیک که از اول هیچ آماده اصلا جنگ رو نمیخواستند و این جنگ واقعا یک جنگ تحمیلی بود، خوشبختی ما در این بود که هر دو طرف، هم طرف دولت که آقای رحمان در رأس ایشان بود و هم طرف اپوزیسیون که شخصیت به مثل استاد سید عبدالله نوری رهبری این حرکت را به عهده داشتند، یک شخصیت واقعا ملی بودند و دیدگاه هاشون خیلی معتدل و خواستار این صلح و همدیگر فهمی بودند و تاثیر زیاد هم بالای این روند را گذاشتن. اگر نظر شخصی من این است که اگر کسی دیگر به جای این دو نفر می بود در رأس طرف ها، به صلح رسیدن در تاجیکستان کاری خیلی دشوارتر و سنگین تر می بود. اما آیا فکر می کنید پس از گذشت نزدیک به دو دهه صلح دستیابیش به تاجیکستان می تواند در واقع الگویی باشه برای کشورهای دیگر به ویژه کشور مثل افغانستان؟ خود صلح، روند مذاکرات و یک مرحله کوتاه پس از صلح واقعا میتواند یک الگو باشد. ما در سطح جهانی نداریم جای دیگری رو که به این آسانی تونسته باشند طرف های درگیر به یک صلح برسند. ما نقطه های داغ زیادی رو داریم در افریقا، در آسیا، در حتی در اروپا هم که نتونستند به این زودی صلح را عملی کنند. ولی ما باید این مرحله خود مذاکرات و صلح را از مرحله بعد از صلح جدا کنیم. متاسفانه نه همه اون آرمان ها و خواسته های ملت تاجیک که در سند های امضا شده بین طرفین جا داشتند توانستیم اونها را عملی کنیم و بیشترش برمیگردد به تراجعی که از طرف حکومت تاجیکستان توجه از آرمان های صلح، یعنی یک بازگشت به عقب بود و ما تقریبا همگان به این اتفاق رسیدیم که تاجیکستان باید دولت دموکراتیک باشد، گوناگون اندیش باشد و انتخابات ها و رأی مردم وسیله اساسی یا معیار اساسی محبوبیت این یا آن نیروی سیاسی باشد. ولی متاسفانه نتونستیم در این سالهای بعد از صلح حتی یک انتخابات دموکراتیک و شفاف هم برگزار کنیم که کاملا مخالف به آرمان ها و به نشان دادهای سندهای صلح ما هست. بزرگترین دستاورد صلح ما و اونم که میتواند الگو باشد این همون استقرار ثبات است در کشور. ولی ثبات در با کدام قیمت؟ با قیمتی از دست دادن آزادی ها و محدود کردن آزادی های مردم. مردم تقریبا در یک حالت گرفتارند که باید بین دو انتخاب کنند، یا ثبات یا آزادی. متاسفانه در نه تنها در تاجیکستان، در کل منطقه نتونستند دولت ها آزادی را با ثبات همراه با مردمشون ارمغان بیارند. یعنی به این معنا که شما اون تلاش هایی که دست کم در آغاز ترسیم می کردین بر رسیدن به ثبات و بعدش هم به آزادی ها ناکام بودین؟ ما در رسیدن به صلح کامیاب بودیم ولی در تطبیق این آرمان ها واقعا ناکام بودیم. نه تنها نهضت یا طرف اپوزیسیون، من فکر میکنم که این باخت کل نخبگان تاجیکستان بود. بله. حالا یک سوال هست که زمانی که شما میگین که بر رسیدن به اون آزادی هایی که نیاز بود پس از رسیدن به صلح ناکام بودین، چه امیدواری وجود داره که اگر شما بر اساس احتمال
قدرت را به دست بگیرن باز هم نتونن در واقع اون چیزی را که در ذهن دارن عملی بسازن. نهضت برای نظر است که هیچ نیروی نمیتونه در یک کشور دموکراتیک به تنهایی قدرت رو در دست داشته باشد، حتما مشارکت دیگر نیروها حتمی هست. نهضت اسلامی تاجیکستان مطمئن است که اگر در قدرت شریک باشد، چی به حیث نیروی پیشبر یا یکی از مشارکین قدرت، میتواند نه تنها اون قسمت آرمانهایی که در سندهای صلح ثبت شده بود اونها را عملی کند، بلکه بیشتر از آن و بتوانیم به یک جامعه واقعا دموکراتیک، آزاد و گوناگوناندیش برسیم در پرتو ارزش‌های اسلامی و ملی که ما تلاشمون طول این همه سال‌ها این بود که این یک سینتز یا آمیختگی بین ارزش‌های ملی، مذهبی و عمومی بشری رو در تاجیکستان داشته باشیم که نهضت با راهکارهای خودش تا حد اثبات کرد و توانست به مردم نشان بدهد که امکانیت سازش دادن این همه ارزش‌ها در یک کشور حتی در کل منطقه هم وجود دارد. اینکه اسلامی و ملی میگن یعنی در واقع نو نگاهتون نسبت به آینده، نسبت به حکومت های آینده ترسیم میکنن، اسلامی و ملی در ساختار یک حکومت سکولار یا هم چیز دیگه؟ بله، ما بالاخره قانون اساسی داریم که تاجیکستان یک دولت سکولار هست، ولی چی نو از سکولاریسم؟ آیا سکولاریسمی که معروف در اروپا است که یک همزیستی و تعایش خیلی خوبی دین و دولت هست، یا سکولاریسمی که برداشته از افکار اتئیستی یا به خدایی که از زمان شوروی باقی مانده است؟ متاسفانه در کشور ما و در منطقه آسیا مرکزی مفهوم سکولاریسم بیشتر نزدیک به اندیشه‌های اتئیستی یا به خدایی زمان شوروی است، نه اون سکولاریسمی که در کشورهای اروپایی و پیشرفته جا دارد. یعنی جدای دین و سیاست؟ نه تنها جدای دین و سیاست، باید مرزبندی داوطلبانه از هر دو طرف باشد. دولت مرز خود را بشناسد همچون که دین، و گویا میشد که دین داوطلبانه عقب نشینی میکند، جای را خالی میکند برای دولت و گروه های دیگر. و شما موافقی نظر چرا نه؟ ما وقتی ببینیم که ببینید بعضا عقب نشینی به نفع خود دین هست، یعنی ضرورت نداره که دین در همه مسائل دخالت داشته باشد. البته نظارت کلی از طرف جامعه دینی لازم است، ضرور است در مسائل اخلاقی، خانوادگی و غیره، ولی نباید دین در همه کل مسائل جلو برد و دخالت کند، بخصوص در اون بخشی که مسئولیت اولینش نیست، مثل اقتصاد، مثل بازار، انتخابات ها و دیگر و دیگر. اما با پوزش شما میفهمید که زمانی که در هر مسئله به ویژه مسائل اقتصادی را هم مطرح میکنید، اینجا شما را هم هستن موافق هستن تداخل دین ده و میگن که باید اصل مسائل دینی باشه. ببینید وقتی ما درباره اقتصاد یا بازار صحبت میکنیم، باید اخلاق اسلامی در اونجا وجود داشته باشد. اخلاق اسلامی یا سیستم اسلامی؟ نه، اخلاق اسلامی. تنها اخلاق؟ فرهنگ اسلامی و اخلاق اسلامی، چون دین خودش اخلاق است. شما اگر بگید که نه، دین باید یک سیستمی باشد که بر مبنای اسلام، که مثلا اگر نفری میخواد که وارد بازار بشد، حتما اجازتی از آخوند یا داملای بگیرد که این دیگر نه به نفع اسلام هست نه به نفع بازار. وقتی که ما درباره اخلاق، وجود اخلاق اسلامی در بازار، در اقتصاد میگیم، باید اون طرف هر کدامش بداند که در برابر قانون که مناسبت های بازار رو تنظیم میکند، یک مسائل اخلاقی اسلامی هست که اون در هیچ قانونی نوشته نمیشد، مثل ربا، از بین بردن ربا و سود نخوردن به غیر حق و دیگر و دیگر. بنابراین ما اینجا مرزها رو باید داوطلبانه هم دین و هم دولت ترسیم کنند و تلاش کنند که رعایت کرده باشند. ولی متاسفانه بینید در یک بخش از عالم اسلام، بخصوص در یک زمانی از تاریخ افغانستان، گروهی آمدند که با نام دین خواسته های خود را بالای مردم تحمیل کردند و این تأثیر خیلی منفی بالای نه تنها ذهنیت مردم افغانستان بلکه کل منطقه گذاشت. همزمان در بخش دیگری از منطقه، در کشورهای آسیای مرکزی، گروه دیگری با نام سکولاریسم آمدند، دیدگاه خود را بالای مردم تحمیل کردند که ما آن را در صحبت قبلی هم همچون سکولاریسم طالبانی معرفی کرده بودیم. آقای کبیری، یک نکته ای که هر از گاه جلب توجه میکنه، خود در واقع تفاوت رهبری است که شما در 6 سال گذشته نهضت اسلامی تاجیکستان را رهبری میکنین. میشه بگوین که با چه تفاوت های از رهبر فقید نهضت اسلامی تاجیکستان شما این اسم را رهبری میکنین؟ هیچ تفاوتی رو بنده نمیبینم، چون من در مکتب فکری استادان مرحوم سید عبدالله نوری و محمد شریف همزاده تربیت یافتم و این سیاستی که الان ما دنبالگیری میکنیم عیناً ادامه اون سیاست ها است و کاملا اگر استاد نوری مرحوم در این زمان می بودن، نظر شخصی من این است که عیناً همین سیاست ها را دنبالگیری میکردن و بهتر و خوبتر هم، چون ما شاگرد ایشون هستیم. شاید با نظر داشتی وضعیتی که الان ما در منطقه و کشور داریم، یک تغییراتی در
روی کرد با وجود آمده است. بعضی ها فکر میکنن که یک تفاوتی بین رهبری ما با استادانمون هست، ولی در جوهر در باطن هیچ تفاوتی رو نمیبینیم، چون که استادان واقعا هم از خود یک سیاست های خیلی معتدلانه و وسطی رو نشان میدادن و این رو نه تنها در شخصیت ما بلکه در کل سطح های گوناگون نهضت و حرکت اسلامی هم. اما گاهی شما متهم به حرکات های تندروانه به ویژه حرکات های ضد دولتی میشین. ببینید وضعیت ما اینجوری است که یک گروه از تندروان دینی ما رو متهم به اون میکنن که از حد بیش معتدل هستیم و نزدیک به اندیشه های لیبرالی و ملی هستیم نه اسلامی. از طرف دیگر خود تندروان سکولاریست هایی که در منطقه هستند ما رو متهم به نزدیک بودن به اندیشه های اسلامی میدونن، چون بالاخره اسلام در نام ما هست، در هویت ما هست و ما مجبور هستیم که این وضعیت رو تحمل کنیم. این رسالت خیلی سنگین هست که در دو جبهه باید که تلاش کنیم، یکی مقابله با تندگرایان مذهبی، دیگری مقابله با تندگرایان سکولاریستی. تندگرایان سکولاریستی هدفتان دولت هست؟ نه تنها دولت، ما در جامعه ها. اما زمانی که شما متهم میشین و حتی سال پار را میخواییم برسان مثال بدم، دادسانی کل تاجیکستان رئیس بخش محلی حزب شما را در خاروغ تاجیکستان با مقاومت با نیروهای دولتی متهم کرد و بعدش هم یک فهرست ارائه کرد که چند مورد را نشان میداد و شما را متهم میکرد به حرکت های تندروانه اسلامی. ببینید بعضی مسئولین در دولت تاجیکستان منفیدار هستند که از نهضت اسلامی تاجیکستان یک چهره خشین بتراشند و خود را معرفی کنند در جامعه جهانی که یک نیروی مبارز با تندگرایی هستند و این دلیل قوی هست برایشون، برای حضورشون و وجودشون با این اسلوب هایی که کشور رو مدیریت میکنن. مثلا میگن که خب درست است که ما چندان دموکراتی خوب نیستیم، ولی بدیل ما، الترناتیو ما این تندگرایان اسلامی هستند و تلاش هم میکنن که از ما یک چهره خشن بتراشن. چون این نیست فکر میکنن؟ نه نه تنها چون، اصلا کسی به این باور ندارد، چون نهضت اسلامی تاجیکستان در این دو ده سال اخیر واقعا از خود سیاست های را عملی کرد که هیچ کس دیگر نمیتواند نهضت ما رو به تندگرایی متهم کند. ببینید باری اول در تاریخ تاجیکستان وقتی که ببینید حجاب رو منع کردن دانشگاه ها، وقتی که رفتن خانم ها رو به مساجد منع کردن، رفتن جوانان تا سن 18 را به مساجد منع کردن، نهضت اسلامی تاجیکستان قاطعانه اعتراض کرد ولی هیچگاه ما مردم رو به خیابان ها دعوت نکردیم و باری اول هم در تاریخ حرکت های اسلامی جهانی کاندید رئیس جمهور یک خانومی سکولیار معرفی شد از طرف نهضت اسلامی تاجیکستان. این همه بیانگر اون است که اون افسانه هایی که درباره نهضت میخوان درست کنند از طرف بعضی دوستان، اینها ناکام خواهند شد. حالا آقای کبیری بیاین از تاجیکستان وارد افغانستان شویم. شما پیشتر از این هم یاد کردن از نقش دولت استاد ربانی بر رسیدن به صلح در تاجیکستان. اما یک سوال هست که ممکن شما هم گاهی از خود پرسیده باشین و وضعیت در افغانستان هم دنبال کرده باشین. چرا با وجودی که افغان ها تانستن نقش بازی بکنند بر رسیدن به ثبات در تاجیکستان، اما در افغانستان جنگ پس از جنگ؟ ببینید اولا که برای حکومت استاد ربانی و کل نیروهای افغانستان داشتن یک همسایه باثبات مثل تاجیکستان خیلی مهم بود و آنها تمام تلاش خود را کردند که جنگ در تاجیکستان قطع بشود. این به قطع جنگ در تاجیکستان به نفع افغانستان بود و همچنین یک پشتیبانی نظامی و سیاسی محسوب میشد که خدا را شکر به این موفق شدند. ولی چرا نتونستن در خود افغانستان این نمونه را یا این الگو را عملی کنند؟ اینجا عیناً همون عامل اولی که ما در شروع صحبت گفتیم که در تاجیکستان طرف های خارجی به این نتیجه رسیدن که ادامه جنگ به نفع ایشان نیست، ولی در افغانستان هنوز هم دست های خارجی، نیروهای بزرگ منطقه‌ای به این نتیجه نرسیدن که قطع جنگ به نفع ایشان هم هست و تلاش میکنن که جنگ در افغانستان و این برخوردهای خشین وجود داشته باشد. ما ببینید اینجا اگر دو عامل با هم نزدیک باشن، هم اراده داخلی رهبران افغانستان که هست، من شک ندارم که همشون میخوان که یک افغانستان با ثبات و آرام داشته باشن، و هم همسایه کشورهای با نفوذ و نیروهای پرقدرت جهانی اگر به این نتیجه برسن که در افغانستان جنگ نباشد، ما حتما به این روز خواهیم رسید. یعنی به این نتیجه تا هنوز نرسیدن؟ به این نتیجه تا هنوز متاسفانه نرسیدن. در کنار از این، زمانی که دست کم میاییم از صلح تاجیکستان بدون در نظر داشت اون در واقع بدترش رسیدن به صلح صحبت میکنیم، یک سوال همیشه در ذهن خطور میکنه که چه درس هایی را میشه از او آموخت به ویژه برای وضعیت کنونی افغانستان؟
ببینید وقتی که طرفای تاجیکستان به خصوص استاد نوری و امام علی رحمان به این نتیجه رسیدن که باید جنگ قطع کرده شود، از هر دو طرف گذشته خیلی بزرگ بود و آسان نبود برای رحمان یا برای استاد نوری قماندانهای خود را آرام کردند. یعنی اینجا واقعا باید اعتراف کردین زحمتیشون رو. در افغانستان اگر واقعا ما میخوایم که یک الگوبرداری از صلح تاجیکان کنیم، باید پیش از همه رهبرانی تمام نیروهای سیاسی افغانستان و رهبرانی مذهبی آماده باشند که یک قسمی از آرمان ها و خواسته های خود را کنار بگذارند. این نمیشه شما سر میز مذاکرات بشینید میخواهید درباره صلح صحبت کنید و همزمان 100% یا 80% خواسته های خود را میخواهید عملی کنید. این ناشدنی است. یعنی شما حداقل آماده باشید اگر 55% خواسته ها و آرمان های خود را عملی کرده تونستید، این بزرگترین دستاورد شماست. ولی اگر 50 یا 45 هم که به دست آوردید، این باخت نیست، بالاخره ملت شما برد خواهد کرد. اگر این وضعیت در افغانستان باشد، میتون از صلح تاجیکان الگو گرفت. آقای کبیری، این سوال هم میخوایم مشخصتر جواب بدن. شما زمانی که میان راهتون را جدا میسازن از حرکت های تند روانه و پیشتر هم شما برای اشاره کردن، ما میخوایم نگاه مشخصتون را نسبت به نوع نگاه و تفسیری که حرکت های مثل طالبان، حزب اسلامی افغانستان، حرکت اسلامی ازبکستان انجام میتن بفهمم، یا مشخصتر بخوایم بفهمم که این گونه حرکت ها را که بیشتر پیوند میتن با اسلام را شما چگونه میبینید؟ ببینید، هر نیرویی که خشونت را و زورآوری را یگانه وسیله مبارزه میداند برای رسیدن به هدف، ما اونها را قبول نداریم. و اینها چنین میکنن به باور شما؟ و ببینید، ما الان من متخصصین گروه ها نیستم بخصوص در افغانستان، ولی متاسفانه اما شما وضعیت را میبینید؟ بله میبینم، و متاسفانه اینها بیشتر دنبال وسیله های خشین هستند، حالا که در خود افغانستان و منطقه میتونستن از دیگر وسیله هم استفاده برند، مثلا از مذاکرات هم دیگر فهمی که تا به امروز اینها از این وسیله استفاده نکردن. ولی بیا طرف دیگری مسئله رو هم ببینیم که چی مسائل، چی عامل ها وادار کرده است که نه تنها این گروه هایی که شما ذکر کردید، بلکه یک ایده از جوانان منطقه، اینا هم رفتن دنبال این نیروهای تندگرا و به اصطلاح تروریستی. چی عامل وادار میکند که یک جوان مسلمان از تاجیکستان، از ازبکستان، از ترکمنستان بیا در وزیرستان پاکستان یا در مناطق جنوبی افغانستان بجنگد یا حتی برد سوریه؟ این تنها دین نیست دیگر، این مسئله سیاسی است، اقتصادی است، اجتماعی است. این محدود کردن آزادی های فردی هست که متاسفانه دولت ها باعث میشن که این آزادی ها محدود شوند و مردم راه یگانه را در ادامه مبارزه مصالحانه میبینند و حتی ما را متهم به آن میکنند که ما خود را وارد یک بنبست کردیم. از یک طرف از دموکراسی و مکانیزم های مصالحت آمیز مبارزه صحبت میکنیم، از طرف دیگر میبینیم که این دیکتاتورها هیچ مجالی را برای تغییرات مصالحات آمیز در منطقه نمیدیم. اما دست کم در افغانستان شرایط متفاوت از دیگر نمیشه. بله، من اون میخواستم با این نقطه برسیم که در آسیای مرکزی وضعیت داریم، ولی این وضعیتی که در افغانستان هست کاملا فرق میکند. خدا را شکر در افغانستان ما یک دموکراسی را داریم، آزادی را داریم و هر کسی که میخواد در انتخابات شرکت کند براش شرایط هست و حتی حکومت افغانستان تلاش دارد که نیروهای مصالح را هم وارد پروسه انتخاباتی کند. باید دعوتی من، دعوت خالصانه برادرانه از این دوستانی که الان ما را میشنوند، ما را درک کنند. ما نه به خاطر مخالفت با کسی صحبت میکنیم، این فرصت رو استفاده کنند. اگر واقعا میخواهند که در آسیای مرکزی، در افغانستان یک اسلام معتدل باشد، مردم بتونند در یک شرایط آرام و آسوده ارزش های دینی خود را دنبال گیری کنند، بیا در این پروسه های صلح شرکت کنند، در انتخابات ها شرکت کنند، مخالفت خود را، حرف خود را در چارچوب قانون و شرایط موجوده به حکومت ها بگن. یک سوال دیگه هم آقای کبیری، زمانی که شما از این اسلام معتدل صحبت میکنین، آیا گاه گاهی به این نتیجه رسیدین و شما را هم به این باور هستن زمانی که از این حرکت های تندروانه شما میبینین و بر رسیدن به هدف به وسیله خشونت، میگن که دین ابزار شده در دست سیاست، موافق هستن؟ بله، متاسفانه دین یک ابزار است در دست سیاست و نه تنها از طرف اسلامگراها، بلکه از طرف حکومت ها، دولت ها و نیروهای دیگر سیاسی هم. تنها اون وقت ما میتونیم دین را همچون از ابزار سیاسی بیاریم کنیم که به دین همچون دین و یک جهانبینی الهی مناسبت شود، جایگاه دین اعتراف شود، شناخته شود و دولت هم دخالت های نالازم را از دین به مسائل دینی نکرده باشد. چون هر چقدر که ما بالای دین فشار بیاریم، هر چقدر که دخالت بالای دین باشد، همون قدر دین تبدیل می شود به ابزار سیاسی در دست اسلامگراهای تندرو و در دست
دیگر نیروهایی که میخوان از دین همچنانک ابزار استفاده کنند. پرسش اخیر و میشه خیلی کوتاه جواب بدن. با توجه به وضعیت موجود و نگرانی هایی که از خروج سربازان خارجی از افغانستان مطرح میشه، آیا واقعا فکر میکنید که باز هم میشه تصور کرد که تندروی اسلامی گسترش بیابه و یک بار دیگه حتی تهدید بکنه آسیای میانه را؟ من فکر نمیکنم که اون افسانه که گفتن که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان مشکل ها بیشتر میشد، مثل تندگرایی، مثل مواد مخدر و تروریسم، شک نیست که بعضی ها میخوان از این فرصت استفاده برن، ولی اون فضایی که در افغانستان ما دریافتون، بخصوص امید مردم افغانستان و نیروهای سالم، بیانگر آن است که مردم افغانستان میتونند خودشان مقابل این خطرات بیستند و در همکاری با کشور آسیای مرکزی کل منطقه را امین نگه بدارند. ولی به یک شرط است که اگر واقعا ما خودمون دلیل به دست نیروهای تندرو نداده باشیم. سپاسگزارم. خدا نگهبان. سلام.